بفهم. الان داره ضبط میشه اگه خواستی بریم. ببینید، ظاهرا این قوم اوغوز یا اوغوزها، خب مشخص قصه هاشون قصه های چند خداییه و در دسترس هم هست، یعنی خیلی از اشکال خدایانشون توی این محدوده ترکستان بزرگ هنوز هست. اینطوری که من متوجه شدم، این قصه، یعنی این چیزی که به شکل تماما قصه تاریخ اوغوز خان رو به ما میده، یه قصه ثانویه ایه که تصور من اینه که قرن ششم هفتم به بعد ساخته شده. یه اوغوز تک خداییه که مثلا حضرت آدم براش مهمه. این حضرت آدم هم نکته داره، یه افسانه ای هست که مشهور بین ترک ها، خیلی دوستش دارن، قصه ددقورو بود، 12 تا اگه اشتباه نکنم افسانه است، به روایت 17 افسانه است. این ددقورو یه چی بهشون میگن، از این نوازنده های دورگردیه که نماد حکیم بودنه و در اول و آخر داستان ها به حالت نمایشنامه ای تو اون قصه های دده قربوت وارد میشه و حلال مشکلات جایی که گیر میکنن، حتی وسط داستان به سبک مدرن ورود میکنه. کلمه قشنگ. این شخصیت دده قربوت مثلا کاملا حضور داره در قالب اون پیرمردی که توی داستان این داستانی که ما داریم میخونیم، پسرش اومده قایمش کرده، همراه لشکر داره این بر اونور میبردش و هر جا گیر میکنن مشکلشون رو حل میکنه. داستان خود اوغوز خان هم خب مشخصه دیگه، اصلا هیچ وقت هیچ ترکی این گستره پیروزی ها و فتح ها رو نداشته. ترکیبی از آدم های مختلفه، اسکندر و چنگیز، و خیلی جالبه که به نظر من آتیلا هم اینجا حضور داره، به خصوص به خاطر اینکه اسم دو تا از بچه های اوغوز خان منطبقه بر اسم دوتا از بچه های آتیلا. میدونیم فور فور فرم اسم های ماه و خورشید و ستاره و آسمان و کوه و دریا و اینا فرم اسم خیلی معمولی نیست توی ترکا، بیشتر اسم چیزه یا نبوده، حالا مثلا دنیز هست ولی در قالب دنگیز که تو هم پسر اوغوز توی این داستان هم پسر آتیلا بوده، ساختارای چیز داره دیگه، یه ذره اسطوره‌ای داره. ترکیبی از این هاست در واقع که این قصه رو ساخته و ارتباطش به حضرت آدم یا نوح مثلا که فرزند مستقیمه مثلا یافسه، به نظر میاد که این قصه ایه که بعدها ساخته شده به دست ترکان مسلمان شده چیز اون محدوده چی بهش میگه آناتولی. این کلیتیه که حالا من دوست داشتم، یعنی امیدوار بودم یه چیزی هم اگه ترکی بینمون باشه به همون بگه، ولی ظاهرا نه صحبتی نشده دیگه. این کلیتیه که من دارم بگم بهتون ولا غیر. مرسی مرسی. و صدا هم خوب بود ظاهرا. آره عالی بود. بخونی؟ آره ما همین ذکر عظمت اوغوز به دمشقیم. ریحانه سوال داشتی؟ من سبتون ریحانه چیز بگه. آره همین فهم میخواستم یه دور یعنی چیز کنم که ببینم درست فهمیدم یا نه، یعنی این خود اوغوز خان یه نفر نیست، داستاناش داستانای چند نفر. آره اوغوز که خب چیز دیگه، یه شخصیت خیالی اسطوره‌ای ترکانه که ترکان قوز که میگن تو همین قصه هم هست دیگه، که 6 تا بچه داره، خورشید، رون خان و آی خان ماه، یولدوز یا اولدوز خان ستاره، آسمان گوک خان آسمان، دینگیز یا دنیز خان دریا، و داغ خان یا کوه خان و آقای کوه. این 6 تا هر کدومشون 4 تا پسر دارن در افسانه های اوغوز که اینا میشن 24 قبیله اوغوز، که اصطلاحا هم بهشون ترکمن ها میگه. این با ترکمن های ایران فرق داره، ترکمن به معنای اقوام ترک. درست. ولی این خیالیه دیگه، مثلا همین که اثری از این نواده حالا هنوز نیست، حالا نمیدونم در آینده باشه نه، ولی 24 تا قومی که خودشون رو مستقیما نوه اوغوز میدونن، مثلا بیات ها، مثل سالور ها و
معروفن دیگه. دیگه مثلا افشارها مستقیما، نمیدونم بیگدلیا مستقیما، اینا اثری ازشون تو این قصه نیست. واسه همین من فکر میکنم این قصه که یکی از ادمامه اوغوز، یکی از این ترکمنها، ترکای احتمالا آیتولی بعدن ساخته. آها متوجه شد، مرسی. من یک جایی دقیقا الان حضور ذهن ندارم، ولی یک جایی یادم میاد خوندم، حالا برگردیم عقب داخل پرانتز، چون اینها این قوم طغیان کردن فکر کنم و به اون سمت ها رفتن، این مد نظرتون باشه. و اینکه هر قومی وقتی که طغیان میکنه و سر به طغیان میذاره، برای مشروعیت خودش احتیاج داره یک عقبه و یک پیشینه درست کنه که این قابل قبول باشه. و فکر کنم این قوم اوغوز هم که قوم بودن و این شخص که در رأس اینا و جزء، حالا دوستان خیلی خوب صحبت کردن، این خودش رو نسبت داده به حضرت نو با یک یا نمیدونم 3-4 تا فکر کنم واسطه خودش رو نسبت داده به حضرت نو و از این روش برای خودشون عقبه درست کردن و مشروعیت درست کردن، چون این قوم یاغی بودن. همین الان هم توی مناطق ما، حالا مرزاد خیلی بیشتر از من میدونه، اطلاع داره، یک قومی که از یک جای میرن برای یک جای دیگه، سعی میکنن خودشون رو بچسبونن به یک قوم یا به یک شخصی که دارای اصالت هست و اینکه اینجوری برای خودشون یک عقبه‌ای درست کنن که مورد پذیرش واقع بشن. این که حالا این که درست میگه از من و در زمان حالش در واقع این نیاز رو داشته که به یه پیامبر مورد قبول مسلمانان خودش رو وصل کنه. اینکه حالا چی بوده در پیش از اون، در واقع به چی وصل می‌شدن، اگه من اشتباه نکنم به ماه یا یه چیزی مثل خدای آسمان مثلا وصل میشه، اوغوز فرزند اونه. قصهشو پیدا میکنم چون خوندم، پیدا میکنم تو گروه، بتونم اگه نتونم میفرستم تو واتساپ که بچه‌ها بذارن. بسیاری بفهم عزیمت کردن اوغوز با تمامت لشکر به دمشق. چون اوغوز نسب ممالک روم و فرنگ و انطاکیه به اتمام رسانی، بر عزیمت دمشق از آنجا روانه شد و به دمشق آمد. و دمشقیان جانم امروز احتمالا نسق نیست، نظم و نسق نباشه، نسق نه سوال نپرسم، نمیدونم. من شاید نمیدونم مقبلی نمیدونم کنمش درسته، نمیدونم نظر نصف فکرم نصف بفهم. بله. و دمشقیان با او در خاطر عزیمت جنگ داشتن. او اصلا بدان التفات ننمود و در پیرامون دمشق فرو آمد و 3 روز آنجا مقام کرد و به جنگ نرفت. پسران با او گفتند که موجب توقف در جنگ چیست؟ به ایشان جواب داد که بر شما پوشیده است که آدم در این مقام خفته است و من از این جهت در حیرت ماندم و در جنگ مسارعت نمی نمایم و ایلچی نمی خواهم که بفرستم تا ببینم که کار به کجا انجامد و ایشان چه خواهند کردن. چون 3 روز برآمد و اوغوز کس پیش نفرستاد و به جنگ ایشان التفات ننمود، اهل دمشق ایلچی پیش اوغوز فرستادند و 10 خروار کمان با ایلچی روانه کردند. چون پیش اوغوز آمدند و سخن خود گفتند، اوغوز گفت که موجب توقف شما و بزرگان شما تا غایت از چه بوده است؟ در خاطر چه دارید که از آن روز که من بدین مقام رسیدم شما امروز پیش من میایید؟ اگر سر جنگ و مصاف دارید، همانا قوی تر از لشکر انطاکیه نخواهید بودن. ما تا قاعدت چون لشکر نرسیده بود انتظار لشکر میکنیم تا تمام برسد. جهت آن کس بیشان که شما نفرستادیم، مصلحت شما در آن است که شما بروید و بزرگان خود را بگویید تا بیایند و مطیع گردند که مرا عزیمت مصر است و به شما التفات جنگ ندارم و محل آن نمیدانم که با شما جنگ کنم و مال شما را بر کمان مقرر خواهم کرد و بیرون از کمان از شما توقعی دیگر ندارم.
چون ایلچی دمشق این سخن بشنود به دمشق مراجعت کرد و حال همچنان که از اوغوز منقول بود با اکابر باز گفت. ایشان را این سخن موافق آمد. جانم ببخشید یعنی چی مال شما را بر کمان مقرر خواهم کرد؟ کمان دمشقی دیگه مشهوره از اون چیزشون رو در موقع جزیه شون رو از کمان بدن. آها اوکی یه سلاح خیلی با ارزشی فکر میکنم. بسیار متشکرم. ببخشید همراه ایلچی که فرستادن یعنی به عنوان هدیه فرستادن؟ من اینجوری میخونم اشاره یعنی پیش فرستادن دیگه قبل از اینکه نتیجه بگیره. صادقم سوالی داره بگو صادق یا نکته ای. سوال نبود فقط در مورد این در مورد اضافات در زبان فارسی کتابی است به اسم ظرائف و طرائف که کتاب قطور تقریبا 500 صفحه است که در مورد تمام اضافات در تاریخ ادبیات ما نوشته شده و معروف اونجا همه رو نوشته مثلا کمان دمشقی نمیدونم چاچی فلان اینا همشون نوشته این مد نظرم بود گفتم بهتون بگم. نوشته کیه؟ دقیقا حضور ذهن ندارم ولی اسمش ظرائف و طرائف هست. متشکرم. بفهم. چون ایلچی دمشق این سخن بشنود به دمشق مراجعت کرد و حال همچنان که از اوغوز منقول بود با اکابر باز گفت. ایشان را این سخن موافق آمد و به سمع قبول بشنودند و صد خروار کمان بار کردند و چند اسب عربی نامدار با خود برداشتند و پیش اوغوز آمدند و پیشکش کردند و ایل و مطیع شدند. اوغوز بزرگان ایشان را دلخوشی داد و بنواخت و گفت کمان ولایت شما به غایت نیک است و ما را جهت لشکر در بایست و این مقدار کمان که آورده اید و لشکر قسمت کنید و هر یکی را سه کمان بدهید. اگر به همه بر این جملت برسد من بعد تتمه آن که امسال آورده اید تمام باشد و حالیا شما خاطر می دارید که به مصر می رویم. چون از مصر انشاءالله مراجعت نماییم مال شما مقرر گردانیم و چنان سازیم که خاطر شما خواهد. و بعد از آن یک ماه دیگر در دمشق مقام کرد و بعد از یک ماه کوش کرد با لشکر به هم و قصد مصر کرد. ذکر عزیمت کردن اوغوز به مصر و رفتن آنجا و ایل کردن. اوغوز بعد از آن که دمشق را ایل کرد قصد دیار مصر مقرر گردانید و به دان طرف روانه شد و چون سه روز راه برفتن دو روز مقام کرد و تمامت لشکر را فرمود تا هر هزاره دو سه نوبت به شب باز می گشتن تا به روز کوچ می کردن و بر این سان لشکر عرض می داد تا لشکر را از آفان پندارم که هست. بعد از آن کنکاش کرد که مصر را به چه طریق گیرند و چگونه ایر گردانند. سه پسر را با 9000 منقله فرستاد و یک پسر دیگر را با 9000 مرد کجیکه در عقب ایشان روان کرد. کجکه دیگه چیز کمکی ساقه و خود بر پی لشکر بزرگ روانه شد و در آن روز که خیشتن روانه خواست شدن ایلچی از پیش سه اسبه سوی مصر شتابانید و پیغام داد که چندین لشکر بدین تفصیل با هر پسری فرستادم و من بر عقب با لشکر بزرگ میرسم و چون ایلچیان روانه شدند خیشتن هم آنجا مقام کرد و پسران او با لشکری که معین کرده بودند روانه شد. اوغوز در حوالی دمشق و قوطه و ولایت قدس و خلیل و آن ولایت قیشلاق کرد و شکار می کردن و دمشقیان نیز به مصر فرستادند و حال لشکر اوغوز باز نمودند که بر چه سان است. مصلحت جنگجویی نیست و اهل مصر را این سخن عظیم مؤثر آمد و چون پسران اوغوز نزدیک مصر رسیدند تمامت بزرگان مصر به استقبال بیرون آمدند و پیشکش ها و تنسوق ها آوردند. تنسوق چیز تک و ایل و مطیع شدند
و مال خزانه مقرر کردند. و یک سال پسران اوغوز بر در مصر بنشستند و یاساق کردند که هیچ آفریده کسی را زحمت ندهد و متعرض نگردد. من کردند، من حکومتی قانونی کردم. اما حکم کردند که چون از راه دور آمده ایم و به هر مدتی اینجا نتوانیم آمدن، 3 سال مال به تقدمه ترتیب کنند و تسلیم نمایند و بدین قرار در هر 6 سال مال به 2 نوبت ادا کنند و در این 3 سال مال از مصر بگرفتند و مال وافر به لشکر رسید و به فرمان اوغوز مراجعت کردند و با پیش پدر آمدند. و دیگر سال اوغوز هم در ولایت دمشق اقامت کرد و بعد از آن مال دمشق را معین کرد و اوغوز به مکه و مدینه ایلچی فرستاد، سبب آن که شنیده بود که خاک آدم از آنجاست. فرمود تا قدری خاک از آنجا بیارند. ایلچی آنجا رفت و خاک بیاورد و قدری بر تن خود مالید و شکرانه حق گزارده و با پسران و عمرا گفت آدم از خاک بود و با خاک پیوست و ما نیز همه با خاک پیوندیم. هر چند قدرت باشد تو را، نیکویی میباید کردن نه بدی. بعد از آن در بهار در کوههای بعلبک جانم ریان. ببین اونجا که گفتش که من به دمشق حمله نمی کنم چون آدم اینجا خوابیده هستم، منظورش قبر حضرت آدمه؟ آره من اینطوری میخونم، البته تا جایی که من میدونم جزء گزینه ها چیز نیست، دمشق نیست، یکی اون سریلانکا، یکی مکه و مدینه و حوالیشه، یکی هم نجف دیگه، اون یه قبر خیلی درازی هست که آره. چون حضرت آدم خیلی دراز بوده اونجاست. من هیچ وقت دمشق رو نخوندم ولی آره به نظرم اینطوریه دیگه. اینجام که میگه آدم از این خاکه بوده، فکر میکنم به همون معناه که قصه ایه که حضرت نوح توی کشتی مثلا آب که داشته پایین میومده یک تابوتی میبینه، میگه بگیرید این بابا مونه و بعد در نجف پاکش میکنن. یعنی همچنین قصه ای من یادم. آها مرسی. خیلی شما جانم مرسی. توی اوایل تاریخ طبری هم هست که خدا اومد خاک برداره، فرشته رو میفرستاد که خاک بردارین که میخواست گل آدم رو چیز کنه، بعد مثلا جبریل رو فرستاد خاک گری و زاری کرد گفت از من نبر، جبریل برگشت از خالی، بعد میکائیل رو فرستاد، اسرافیل رو فرستاد، آخرش هم عزرائیل رو فرستاد و عزرائیل گوش نکرد، هرچی خاک لابه کرد و به هر حال خاک رو برداشت و از قسمت مثلا بدش هم برداشت و اینا. ظاهرا اونجا تو خبر اینکه خاک تو مکه بود و از همون خاک اومد گل آدم رو سرشت. یه جوری این که میگه این حرفی که داره میزنه میگه که برو از مکه خاک بیار که خاک آدمه، به اینم رب داره. آفرین، نه اصلا همینه، ببخشید ابوالفضل، این جوریه که یادمه که میگه که تو همونه، شاید هم جای دیگه که آدم یه پاش رو مثلا کوه صفا بود، یه پاش رو کوه مروه و قدش به چیز میرسید، میرسید به سقف آسمون، گرمای خورشید اذیتش کرد، جبرئیل اومد فشارش داد، کوچیکش کرد، شد 70 پا مثلا، 70 ضرب شد، یه همچین چیزی. درست جانم آبوفانس، همینو میخواستم. اینجا بحث این که خاک از اونجا اومده ولی محل دفنش رو من یادمه که ابن بطوته تو این مسیر که میره 3-4 جا رو میگه اینجا قبر آدم بوده. آره. یکیش آخرش همون سریلانکا، بعد راشه به قدم همون تاریخ طبری میگه اون اولا که اومد قدش انقدر بلند بود میسابید به آسمون، بعد اینکه موی مردا میریزه به اون دلیله، بعد جبرئیل همین اومد فشارش داد رفت پایین، دیگه این کچلی مردا از اونجا داره میاد. اینا هم برای حسین شنبه‌زاده همیشه تعریف میکردم، از سرش میگردم حضرت آدم اگه پاشو باز میگرفت تو الان مو داشتی. سلام، مخلص. مخلصیم، بفهم. آقا تو گرشاسنامه هم همین حکایتی جاپا حضرت آدم هست، اون میگه تو کوه سرندی بفتاد حضرت آدم، بعد میگه جاپاش کناری دریا هست 70 گامه، یعنی گرشاس به یکی آبا میدارد که قدمت کنه، میگه 70 گام جاپا حضرت آدمه.
آن شاید شاید همون قبل هم که تو نجف هست وارونه، یعنی عمودی خاک کردن اون جای پاشه در واقع 70 قدم. دیگه این که خب بالاخره تو عجایب نامه ها فکر میکنم چند جایی هست، ولی گرشاس نامه تو سرندیب، سرندیب هم بیشتره تو منابع. همون سریلانکا دیگه سرندیب. آره آره سریلانکا. خوبوتش ظاهرا در سرندیب بوده، ولی محل دفنش هم ذکر شده که در سریلانکا در بعضی منابع. نه اونجا محل دفنش نیست، اونجا اونجا میاد پایین. یادمه که ابن بطوته یه جایی تو همین جزایر سریلانکا آره. میگه رفتم اون بالا زیارت قبر آدم. آره 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 این بیشترین جایی که بطوته صحبت میکنه از قبر آدم همینجا هست. حالا یک روایت هم که شما اشاره نکردیش کنمتون من بگم، حضرت نوح بدن حضرت آدم و حوا رو با خود به کشتی برد و پس از اتمام طوفان بره در بیت المقدس دفن کنه. اینم یکی از روایات هست. بالاخره حتما باید بیت المقدس جزوشون باشه دیگه، اون که نمیشه نباشه. کوه ابو قبیس، منطقه منا، نجف که خب جزو چیزاش اترکشنه توریستیکه. بعد امام باقر هم فهمیدن ما بین رکن و مقام انباشته از قبول پیامبران الهی است قبر حضرت آدم نیست، در همان محل است. خلاصه یه خورده بعد سوال اینه که قبر حضرت حوا کجاست و قبر حابیل و قابیل، و در مورد اون هم مطالبی هست که دیگه میگذاریم به دلیل کم بوده زمان. ولی مسافران نجف حتما توصیه شده تو این تورایی که میدم روی اینترنت که حتما بلیط تهیه کنن و برن قبر حضرت آدم هم زیارت کنن. علی اصغر بگو. قبر حابیل و قابیل ولی تو سوریه است، جزوی اون هات اسپات هاست که میبرن. جدی؟ مثلا دمشق دیگه، دمشق دیگه. حالا من دقیقا نمیدونم دمشقه، ولی اینایی که اینجا بودن میگن ما قبر حالا یا حابیل یا قابیل، حالا من دقیقا نمیدونم، ولی تو سوریه میبردن مردم ها. قبر قابیل هم معلومه کجاست. حالا قبر قابیل رو میتونم قبول کنم، ولی فکر کنم لاتقیه باشه اگر اشتباه نکنم. اوکی خوشدارم خاکش کردم. چقدر جالب. خب ادامه بدیم لطفا. چون اوغوز تابستان در کوههای بعلبک و آن حدود به سر برد و هوا خنک‌اش روی به بغداد نهاد و چون بیشتر اهل بغداد ایل شده بودند، در وقت رسیدن اوغوز به دیاربکر تمامت اکابر بغداد آنجا آمده بر سبیل استقبال هم در خدمت اوغوز به بغداد مراجعت نمودند. و چون اوغوز به بغداد رسید یک ماه کمابیش آنجا مقام کرد و تمامت اکابر ملازم او می بودند و از آنجا بیرون آمد و هم در آن حدود قشلاق کرد تا وقت آن که هوا گرمتر شد. چون هوا گرمتر گشت به کوههای کردستان رفت و آنجا ییلاق میشی کرد و پاییز به جانب بصره روان شد و اهل بصره متابعت دیگر ولایات کردند و ایل و مطیع شدند و مال دادند و از آنجا به جانب خوزستان رفت و تمامت آن ولایات را مطیع گردانید و همه مال قبول کردند و از آنجا میان کوههای لور بیرون شدند و به اصفهان رفت. چون آنجا رسید مردم اصفهان طریق طاعت نسپردند و تمرد و مقاومت پیش گرفتند و به جنگ و خصومت باز ایستادند و به هیچ وجه بیرون نمی آمدند و اوغوز 10,000 مرد به غور به اصفهان بگذاشت تا اگر بیرون آیند به جنگ مستعد باشند و جنگ کنند و به هر مدتی آن 10,000 مرد را همان مقدار عوض می فرستادند و دیگران را می خواندند و دیگر لشکرها در ولایت اصفهان تاختن می کردند و مدت 3 سال اوغوز در آن ولایت بود و آن ولایت را غارت و تاراج می کرد. بعد از 3 سال تمامت لشکر بر در اصفهان جمع شدند و 7 شبان روز با لشکر اصفهان جنگ کردند. یک نیمه لشکر روزی و یک نیمه روزی دیگر و همچنین تا 7 شبان روز تمام شد. چون فایده نبود قراسلوک که پیشوای کار اوغوز بود و در چنین کار معتمدون الیه پیش پدر خود بوشی خواجه رفت.
بوشی یعنی بوش آزاد. کنکاش کرد جانم امیر. این بوش خواجه همون پیره مرده است که همراهش میاره؟ آره آره، این همونیه که گفتم یواش اکی. آره به نوعی مثلا نقش اون ددق و قدو بازی میکنه، یه کسیه که پنهانه ولی راه حل میده. بوش خوجه میگن بهش توی خودشون، مثل انور خوجه. کنکاش کرد که چون این جنگ های عظیم رفت و به هیچ گونه اصفهان نمیتوانیم گرفتن، در این باب دری بر ما بکشای و کار ما را تدبیری اندیشه کن. بوشی خواجه چون این حال از پسر خود گوش کرد، با او گفت که با دیوار جنگ کردن هیچ فایده ندهد، چون شما تیر بر دیوار میزنید و ایشان بر مرد و اسب، هر آینه زخم ایشان کارگر آید و از آن شما کارگر نیاید. چاره این کار آن است که یک نیمه از لشکر جایی چنان پنهان شوند که نظر اهل اصفهان بر ایشان نیاید و به هیچ وجه محسوس نگردند که در آن قرب لشکری هست یا نه، و نیمه دیگر به در اصفهان به جنگ بازیستند. اگر ایشان بیرون نیایند، دیوارهای باغات و خانه های ایشان که بیرون شهر باشد می اندازید و هامون می کنید تا ایشان بیرون آیند. بعد از آن طریق آن باشد که لشکرها به هزیمت باز پس آیند و می گریزند و ایشان بر عقب می آیند. چون پاره ای راه از شهر دور گردند، لشکر پنهان از عقب ایشان در آیند و آنچه به گریز و هزیمت رفته باشند روی باز پس کنند و نگذارند که ایشان به شهر پناه آورند تا تمامت را قتل کنند. قراسلوک هم جالبه، یعنی سیاه کم رنگ، سیاه رنگ رو رفته. قراسلوک پیش اوغوز آمد و هم بران سان که تعلیم یافته بود تقریر کرد و او را این تدبیر معقول آمد و پسندیده داشت. پسران با 40,000 مرد پنهان شدند و 50,000 مرد را فرمود تا قراسلوک یاسامیشی کنند و به در شهر به جنگ روند و خرابی می کنند، و از این 50,000 مرد که به در شهر آمدند با اوغوز به جنگ و خرابی امارت مشغول گشتند. لشکر اصفهان چون دیدند که ایشان خرابی عظیم می کنند و خواهند کرد و لشکر را کمتر از معهود دیدند، گمان بردند که مگر ایشان را کاری دیگر پیش آمده است و واقعی رسیده و لشکر آنجا رفته، و بران اعتماد درهای شهر بگشادند و از شهر بیرون آمدند و شمشیر کشیدند و روی به جنگ لشکر اوغوز نهادند. لشکر اوغوز هزیمت کردند و روی به گریز آورد و به تدریج باز پس می نشستند تا از شهر پاره‌ای دورتر شدند و ایشان را به صحرا کشیدند. اوغوز با پسران و 40,000 مرد ناگاه از پی ایشان در آمدند و دروازه و پس پشت ایشان بگرفتند و جماعتی را که از شهر بیرون آمده بودند یکی را زنده نگذاشتند و بدین طریق اصفهان را بگرفتند. و چون فتح اصفهان ایشان را میسر گشت، 4 پسر را از پسران خود نامزد کرد که به جانب پارس و کرمان روند و آن ممالک مسخر گردانند. ذکر فرستادن اوغوز پسران خود را به جانب پارس و کرمان. جان امیر ببخشید، میگم اینا رسما همش توهمات دیگه، کاملا آره، مثلا همچین حمله ای به ایران نشده دیگه. نه یکم طولانی تر باشه میگم ونیز هم فکر کنم بگیرن. آره یعنی هر جایی اسمش رو شنیده بودن تا اون موقع گرفتن. ببین به یه روایتی اون تکفوری که میگه اصلا سلطان ونیزه، حالا که گفتی جدی. آره من هم بخواستم همین بگم مطمئن نبودم. به یه روایت سلطان ارمنستانه و یه روایت سلطان ونیزه. علی اصلا بگو آقا، این هرکی این افسانه ها را ساخته احتمالا یه سر این داستان ها تاریخی ها میدونسته. این شیوه ای که الان در مورد اصفهان گفت، این شیوه اشکانیانه، یعنی با یه تعدادی کمی حمله میکردند و بعد فرار میکردند، بعد لشکری بعدی از عقب میمد اون لشکر را محاصره. یعنی شیوه پارتیزانی که خب خیلی هم میگن همین پارتیزان هم ریشش پارتیه دیگه، بله پارتی اشکانیه.
احتمالا هر کی اینا رو میدونسته در واقع کمک کرده است که این داستان رو ساختن. تو اون داستان گیم هم فکر میکنم اونجا که با پیران جنگ میکنه اونم همین جوره، اول فرار میکنه، وقتی پیران از سوارا جدا میشه برمیگرده و کمان میندازه پیرانو میگیره. شیوه جنگی پارتی بوده، شیوه فرار و مثلا گریز و نمیدونم حمله ای هم چیزی مثلا گودرز گودرز از کار جونم گودرز 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 بله اونجا که میره سیاوش رو بیاره، میره کیخسرو رو بیاره. نه اون که میره کیخسرو بیاره گیو بود، داری اون که پیرانو گرفت گودرز بود. نه نه درسته همونه، نه دیگه گیو گرفتش که بعد دستاشو بست و گوشاشو سوراخ کرد فرستادش رفت خونه. سوزن من خاطی شده نه دو گیبه دیگه، گیب میره که خسرو بیاره، گیب میره که خسرو بیاره، ولی اون آره که اونی که پیرانو گیره بعد... آره پیرانو میگیره بعد میخواد بکشه پیرانو، بعد وساطت میکنه فرنگیس میگه که من سوگند خوردم که خونشا بیرزم، میگه گوشا سوراخ کن و ولش کن که هم خونشا ریخته باشه هم نکشته باشه. آه درسته، بعدا مسیرش رو میخوره به گودرز مسیر پیران. آره اون تو داستانه از ده روخه که شما درست. میگی درست. فقط یه چیزی من واسه آیندگان بگم، ریشه پارتیزان مطلب به پارت نداره، اون به همون پارت به معنی بخش و گروه و اینا مربوط میشه. من الان چک کردم توی اینترنت ریشه شون جوری نداشته، حالا خیلی هم مهم نیست، ولی نکته که در مورد پارتی میگی جالب و درسته دیگه. خب حرفی نداره کسی؟ بفرمایید. چون اوغوز مقرر کرد و فرمود که 4 پسر از پسران او به طرف پارس و کرمان روند و آن ممالک را مستخلص گردانند، پسران بر موجب فرموده پدر به آن دیار متوجه گشتند و بیشتر به کرمان رفتند و جنگ کردند و هم بدان طریق که اصفهان را گرفته بودند کرمان را بگرفتند و کشش بسیار کردند. چون از آنجا فارغ شدند به فارس آمدند و بیشتر شیراز بگرفتند و 1 سال جهت استخلاص آن ملک ایشان را آنجا مقام افتاد و چون مستخلص گردانیدند پیش پدر فرستادند و از احوال و چگونگی گرفتن ملک اعلام کردند. اوغوز فرمود که چون آن ملک گرفتند و ایل و مطیعند ایشان را غارت نکنند و مال مقرر گردانند و متوجه 3 ساله استیفا نمایند. همون متوجهی که توی جهانگوشا هم میگه دیگه، اون چیزی که قراره بدن، و متوجه 3 ساله استیفا نمایند و مراجعت کنند. چون قاصد باز آمد و سخن اوغوز به ایشان رسانید هم بران موجب که او فرموده بود مال مقرر کردند و متوجه 3 ساله استیفا نمودند و به اصفهان آمدند به نزد پدر خود اوغوز و بدین حکایت 3 سال دیگر برآمد تا ایشان لشکر به کرمان و پارس کشیدند و پارس و کرمان را مسخر گردانیدند و اموال مقرر کردند و به هر جایی شحنه بنشاندند. و در این مدت اوغوز بر در اصفهان مقیم بود و بعد از آنکه پسران او مراجعت کردند به اندیشه گرفتن عراق مشغول گشت و ایلچیان فرستاد تا احوال آنجا بازدانند. ذکر فرستادن اوغوز ایلچیان را به جانب عراق. اوغوز را چون این ممالک مذکور مقرر گشت خواست که عراق را هم مسخر گرداند. پیشتر 200 مرد تعیین کرد و به عراق فرستاد تا حال آنجا باز داند. جانم ایجا این منظورش از عراق، عراق عجبه دیگه. آره خب مثلا اصفهان رو که گرفته من فکر کردم عراق هم گرفته ولی نگرفته. آره دیگه بعدش مثلا... میگه آره بعدش ری و قزوین میگه دیگه. درست آها. درست عجب. علی اصغر
اصفهان جزء عراق محسوب میشه از لحاظ جغرافیای قدیم؟ بله، عراق عجمه. ری هم هست فکر میکنم که فارس هم هست، نه یک کمی از فارس فعلی شمالش. بله از شمالش فکر میکنم همدان هم باشه. آره ری و غزنین و همدان رو که اینجا هم گفته دقیقا. واسه من اصفهان هم اونجوری که ما تو ذهنمون بود اون که اونجا هم جزء عراق بود که تو هم تایید میکنید دیگه. آره این اصلا این تحول شعر عراقی هم در واقع همین به خاطر همین منطقه است دیگه، یه بخش عمدهش تو اصفهان اتفاق میفته از کمال جمال اسماعیل جمال الدین و بعد بعدتر کمال. بسیار عالی، متشکر. بفهم بیشتر 200 مرد تعیین کرد و به عراق فرستاد تا حال آنجا باز دانند و از اندیشه ملوک آنجا بر رسند و قلاع و حصون را احتیاط کنند و فرمود که اگر موضعی مختصر باشد که مقاومت توانید کردن و گرفتن جنگ کنید و بگیرید و مواضع بزرگ را متعرض نگردید. آن 200 مرد متوجه عراق شدند و چون به ری و قزوین و همدان و آن بلاد رسیدند، اهل آن بلاد آوازه اوغوز و لشکر او شنیده بودند و نزدیک ایشان مهابتی عظیم حاصل آمده. چاره کار جز آن ندیدند که پیش از آن که او لشکر کشد و خلقی کشته شوند و ولایت خراب گردد، کمر مطاوعت و انقیاد بر میان بندند و ایل شوند و پیش اوغوز شوند و مال ولایت با او مقرر کنند و سال به سال میرسانند. بر این جمله اتفاق کردند و روی سوی اوغوز نهادند تا شرف تکشمیشی زمینبوسی تا شرف تکشمیشی دریابند و مال خود مقرر کنند و رضای اوغوز جسته به ولایت بازآیند. چون پیش اوغوز رسیدند روی بهار در آمده بود و اوغوز عزیمت ایشان مصمم کرده و بر سر راه بود. پیش رفتند و شرایط دعا به اقامت رسانیدند و حال خود بنمودند. اوغوز ایشان را استمالت تمام کرد و مال و متوجهات ایشان معین کرده بازگردانید و متوجه دماوند شد تا آنجا ییلاق کند. و در این راه چنان اتفاق افتاد که پیرزنی حامله بوده است و پسری آورده و برگی نداشته که غذا سازد و گرسنه مانده و چون او را چیزی نبوده است که بخورد و او را شیر حاصل آید تا بچه را بخوراند و بچه او گرسنه مانده. اتفاقا بعد از روزی دو سه شغالی تزروی شکار کرده بود و در دهان داشت و می برد. شوهر آن زن چوبی به شغال زد. شغال تزر را از دهان بینداخت. او برگرفت و بریان کرد و به زن خود داد تا او را شیر در آمد و به پسر داد. بعد از چند روز در عقب اوغوز برسیدند. چون آن مرد پیش اوغوز آمد از او پرسید که کجا بودی و چرا باز پس ماندی در راه. گفت زن او را اتفاقا در راه وضع حملی شد و جهت آن توقفی رفت. اوغوز از او این سخن پسندیده نداشت. او را ملامت کرد که چگونه به واسطه آنکه زنی را اتفاق وضع حملی افتد از راه باز ماند. اکنون چون تو جهت این کار از راه و لشکر باز ماندی، همین جای باز ماند. و به زبان ترکی او را گفت قال آج، و معنی این لفظ آن است که ای زن باز ماند. چون اوغوز این سخن با او گفته است، او نیز آنجا باز مانده است و نام خلج شده. به این اعتبار قوم خلج اتباع و فرزندان آن شخصند. یکی از جاهاشون نزدیک قوم دیگه این تو راه دماونده. جانم امیر، من دو تا کلمه رو بیشترش الان یاد گرفتم، یکی آجی و آبجی، یکی هم قال گذاشتن. از جفت اینا از قال آج استخراج میکنم. من قالماق یا کالماک استیه، ولی آها. آج من هیچ جا ندیدم. آج یعنی قاعدتا این ای زن دیگه. نه من یه حدس دیگه میزنم، چون معنی گرسنه میده آج و آج، شاید هم منظورش نگه آدم گرسنه مثلا، شاید یعنی شاید نمیدونسته، ولی آج من تو هیچ زبان ترکیه ها رو من تقریبا همه رو میدونم. شاید به معنی گرسنه است.
ولی قالماق یا کالماک مصدر قال داشتن همینه ها. آره آره اوکی اوکی متشکرم. خب چون اوغوز این سخن با او گفته است، اون نیز آنجا باز مانده است و نام خلج شده. به این اعتبار قوم خلج اتباع و فرزندان آن شخصند و بعد از آن به دماوند رفت و تابستان در دماوند بود و چون فصل خزان در آمد به قصد گرفتن مازندران آن حدود حرکت کرد. حرکت کرد. خب تا همینجا باشه دیگه. این یه زرنگی که کرده تو افسانه اینه که دشمناش هیچ کدوم اسم ندارن به جز اون کیفور که خیلی وقت پیش بود، اونم احتمالا اسم عامه. مثلا تکفور. تکفور آره. هیچ چیزی نمیگم آقا اصلا کیفور آره. این همه این سر تا سر دنیا رو گرفت، یکی از کسایی که باش جنگید اسم نداشت. اون دیگه خیلی تاریخی میشد، بعد همه اونا رو جور میکرد. افسانه آدم میگه چهار تا اسم خودش در میاره دیگه، چه بازش. اینم به بقیه بگم دیگه، این تکفوری که میگه کلمه ارمنی تاگاور یعنی پادشاه، که محتملاً همون تاجور فارسیه. اوه از نارون یعنی چی آور؟ قشنگ قشنگ بود از نارون. آره علی اصغر بگو. من همین نکته رو میخواستم بگم، اون مقاله‌ای هم که من نوشته بودم همین توش بود. این تکفور یا تاگور که تو تاریخ جهانگشایان هم هست یه چند جایی، این در واقع همون تاجوره، از ریشه تاگه، تاگ هم به معنی پوشیدنیه و برعکس این که علامه قزوینی میگه که در واقع تاجور تاگور شده، در واقع تاگور تو زبان ارمنی همون جور مونده، تو فارسی تاجور شده یعنی جه به جه برگرد. یعنی خود تاج هم از تاگ اومده یا نه؟ بله خود بله جالبه تاگه. هر چیز پوشیدنیه میگن تاگ. اما اوائل که من اومده بودم اینجا مقاله رو فرستادن تو همین چت اینجا، حالا نمیدونم اینجا قابلیت چه داره بمونه یا نه. آره توی یه جایی بفرستید لطفا. توی تلگرام، تو تلگرام بفرست اونجا میمونه. آره آره میفرستم همونجا. حالا تو گوگل درایو هم اگه علی وقت کنه یا من خودم سیف کنیم بد نیست. من میفرستم گروه نظامی دیگران. آره من میذارم توی یه اسپیسی درست کنیم واسه همین داکیومنت ها رو یه جا جمع کنیم تو گوگل. باشه باشه. آره باشه. ما دوستای چیزمون، دوستای ارمنی اصفهانمون، یادمه که عیدایی که مربوط به عیسی بود یه چیز تاگاور میگفتن توش، یعنی اون شاهشون رو، یا حالا نمیدونم خدا بود منظور عیسی بود کی بود، ولی توی تبریکشون یه تاگاور همیشه بود. آره این علامه قزوینی هم همینا پیدا کرده، ولی خب ایشون برعکس میگه، میگه که تاجور رفته تو ارمنستان آگاور شده. آره خب قاعدتا عکسشه، چون من یه نمونه پیدا کردم تو اسدی توسی گشته که میگه که پر از داره یه جایی که از هندوستان داره برمیگرده، داره لیست هدایایی که از هند میاره را لیست میکنه. میگه که عرض کنم که پر از شاره و خز و تاگ و پرند. آی زنده بود. آره این تاگ تو کتابت ها بعدی تبدیل شده به تاک و بعد شده تلک. ولی تو یه نسخه تاگ مونده. من هم همین کلمه در واقع در موردم اون تاگ. دمت گرم مرسی، جالب بود. آره یه نمونه رم تو از کنم که عثمان مختاری داریم بغل تاگ با ته دو نقطه، چون قبل بعدتر تاق رفته تو عربی، تاگی فارسی شده تاق، که تو تاق و تیلسان میتونیم میبینیم که نوعی پوششه، ولی صورتی کمتر عربی شدهش تو بغل تاق هست که با ته دو نقطه است و قین.
به این اولین صورتیه که از گ به عربی تبدیل میشه، بعدتر به قاف تبدیل میشه. بغل تاق هست. مرسی، عالی بود. قربونت. عالی. تصدیق. یه بار دیگه گفته بودی اینو، ولی با این جزئیات نگفته بودی و ما هم یادم رفت. ولی من یادم رفت. متشکرم.